دوستان سلام نانسی هستم و با آموزش این لیف های زیبا همراه شما هستم یک مدل لیف بسیار زیبا که به راحتی بافت میشه بافتش فوق العاده راحته از کانواهای دولایه بهاران میتونید استفاده کنید کانواهای اکریل باف و یا کانواهای رونیکا بافتش خیلی راحته در این حال بسیار زیبا خب من از نخ اکریل باف دارم استفاده میکنم و قلاب شماره دو برای شروع کارم نخو به این شکلی که میبینید پیچم دور انگشت میخوام یه حلقه جادویی بزنم از این قسمت قلاب و فرو میکنم ببینید نخو میگیرم و از توی حلقه میکشم بیرون برای شروع کارم سه تا زنجیره میزنم این سه تا زنجیره پایه اول حساب میشه کنار این سه تا زنجیره اول یازده تا پایه بلند دیگه میزنن که جمعا درون حلقه ما دوازده تا دو پای بلند داشته باشیم پای بلنداری که بافتیم این نخ رو می کشیم که حلقه ما بسته بشه و الان روی سومین زنجیره از پایه اول بست میزنیم به این شکل خب کار ما به صورت گرد بافی هست یعنی توی هر رج به تعداد پایه های ما اضاف میشه الان رجی را که من میخوام شروع کنم روی سر هر کدوم از پایه ها دو تا پایه بلند میزنم ابتدای کار دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب و از کنار این دو تا زنجیره ابتدای کارم از این قسمت نخو به این شکلی که ما پای بلند میبافیم نخو میگیریم و الان که میخوام پای بلندمو ببافم این انگشتی که کنار انگشت اشاره هست و به این شکل میذارم روی نخ و پای بلندمو بافم این کار باعث میشه که پشت بافتمون این نخ به صورت ریشه بیفته و لیف ما شکل بگیره باز نخو میدازم پشت قلاب این پایه اول و الان من یک پایه بلند زدم پایه دومش رو در انتهای رج می بافم میرم روی سر پایه بعدی به این شکل نخو می و الان که میخوام پایه بلندم و ببافم دستم رو میذارم روی نخ و به این شکل پایه بلند رو می بافم باز نخو میندازم پشت قلاب از درون همین قسمت که پایه بلند قبلی رو بافتم باز نخو میگیرم دستم رو میذارم روی نخ و الان پای بلندم رو میبافم به این شکل باز پایه بعدی به همین شکل دو تا پایه بلند میبافیم یک و این هم پایه دوم بافت ما به صورت پایه بلند هست ولی با این تفاوت که ما موقعی که میخوایم پای بلندمو رو ببافم ببینید دست میذارم روی نخ و الان پای بلند رو میبافم باز نخ رو میندازم پشت قلاب و از همین قسمتی که پای بلند قبلی رو بافتم یک پای بلند دیگه میبافم به این شکل ببینید این پشت بافت ما که میفته روی یه لیف ما خب به همین شکل تا انتها روی سر هر کدوم از پایه ها دو تا پایه بلند میزنیم تا برسیم به انتها خب رج اول رو تا انتها بافتم به انتهای رج که رسیدم کنار این پایه بلند اول هم یک پایه بلند میزنم که قسمت اول هم دو تا پایه بلند داشته باشم و الان روی این اولین گندمی پایه اول بست میزنم به این شکل خب یک رچ بافته شد ببینید این رویه لیف ما هست خب الان میخوایم رج دوم رو شروع کنیم باز برای شروع کارمون دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاب کنار این دو تا زنجیره این دو تا زنجیره هیچ پایه‌ای حساب نمیشه فقط برای شروع کار هست که من این دو تا زنجیره رو میزنم همین قسمت روی پایه اول یک پایه بلند انگشتی میبافم و میرم روی سر پایه بعدی روی سر پایه بعدی هم به همین شکل یک پایه انگشتی میزنم توی این رج ما باید یک پایه را به صورت دوتایی ببافیم و یک پایه را به صورت تکی این پایه اول که باید دو تا پایه بلند روش بزنیم من یک پایه زدم و پایه دومش رو انتهای رج میزنم از این قسمت این پایه به صورت تکی می و پایه بعدیش به صورت دو تا پایه بلند یعنی توی خونه بعدی دو تا پایه بلند می بافن. باز نخ رو پشت قلاب یادتون نره دستم میذاریم روی نخ که این ریشه های پشت بیافته و پایه بلندم رو می بافم پایه بعدی به صورت یک پایه بلند می بافن. به این شکل و الان پایه بعدی به صورت دو تا پایه بلند یک و دو یک پایه به صورت تکی بافته میشه و یک پایه به صورت دوتایی و تا انتها این کار رو تکرار میکنیم به انتهای رج رسیدم کنار این پایه اول باز یک پایه بلند میزنم و رجو میبندم که پایه اول ما باید دو تا پایه بلند داشته باشیم خب الان روی اولین گندمی از پایه اول بست و میزنم ببینید این رویه لیف ما هست که به چه زیبایی داره خودشو نشون میده خب باز برای شروع رج بعدی دو تا زنجیره میزنم کنار این دو تا زنجیره یک پایه بلند میزنم و توی این رج ما باید دو تا پایه رو به صورت تکی ببافیم و پایه بعدی رو به صورت دو تا پایه بلند من دو تا پایه بعدی رو به صورت پایه تکی میبافم یک و این هم پایه دوم و الان پایه بعدی من باید به صورت دو تا پایه بلند ببافم ببینید اگر توجه کنید این پایه بلندایی رو که ما به صورت دو تایی میزنیم توی هر رج بیافته روی سر هم دیگه و یک پایه بلند دیگه کنارش میزنم به این شکل و باز دو تا پایه به صورت تکی میبافم پایه بعدی رو به صورت دو تا پایه بلند ببینید این قسمت هم ببینید این دو تا پای بلند میفته روی این سر دو تا پای بلندی که ما توی رج قبل بافته بودیم این رجم تا انتها ببافین تا برسیم به انتها خب این رجم تا انتها بافتم به انتهای رج که رسیدم کنار پای بلند اول پای بلندم زدم رج و بستم و برای شروع رج بعدی دو تا زنجیره زدم که کارمو شروع کنم و این هم ببینید روی یه لیف ما هست خب توی رج قبل دو تا پایه رو به صورت تکی می بافتیم پایه بعدیش رو به صورت دو تایی می بافتیم توی این رج به تعداد پایه هایی که به صورت تکی می بافیم باز اضاف میشه یعنی توی این رج ما باید سه تا پایه رو به صورت تکی ببافیم یک دو و سه پایه اول که بافته میشه بعد از پایه اول میشماریم یک دو سه سه تا پایه به صورت تکی بافتم ببینید باز این پایه هایی که به صورت دوتایی باید به بافی میفته روی سر پایه های دوتایی رج قبل و این قسمت دو تا پایه بلند میبافم و تا آخر سه تا پایه به صورت تکی بافته میشه و پایه بعدیش به صورت جفتی. به انتهای رج رسیدین کنار پایه بلند اول باز یک پایه بلند میزنیم رج رو میبندیم. توی رج های بعدی هم این کار تکرار میشه یعنی توی هر رج به تعداد پایه هایی که ما به صورت تکی بافته میبافیم یکی اضاف میشه و بعد از اون یک پایه جفتی میبافیم. شما به اندازهی که دوست دارین این قسمت رویه لیف شما پهن باشه این گرد بافی رو ادامه میدین تا اینکه برسیم به اون قسمتی که باید دسته لیف رو ببافیم خب من لیفمو به اندازه مورد نظر که پهناش رو میخواستم پهنا داشته باشه بافتم هر در رج آخر هر شیشتا پایه ای رو که به صورت تکی بافتم یک پایه رو به صورت جفتی بافتم یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت هشت رج و بافتن برای رج آخر ما میایم روی سر هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میزنیم بدون اینکه انگشتی بزنیم به این شکل پایه رو میگیریم و یک پایه کوتاه ساده میزنیم روی تک تک این پایه ها توی رج آخر پایه کوتاه میزنیم به انتهای رج که رسیدم باز روی پایه اول بست میزنم ببینید این رج آخر هست که من به صورت پای کوتاه بافتن خب الان ما رسیدیم به اون قسمتی که ما میخوایم دسته لیف رو ببافیم شما به اندازه ای که دوست دارین این دسته لیفتون پهنا داشته باشه تعدادی پایه در نظر میگیریم و به صورت رفت و برگشت دسته لیف رو میبافیم که من برای این لیف 20 تا از این پایه ها رو برای گشادی دسته در نظر میگیرم شما میدونید دسته لیف رو به صورت ساده ببافین یا شبیه این قسمت به صورت ریشه دار من میخوام ریشه دار ابتدای بافتم دو تا زنجیره میزنم نخو میندازم پشت قلاف و کنار همیز دو تا زنجیره ابتدایی نخو میگیرم ببینید دستو میذارم روی بافتم و به صورت ریشه دار میبافم پایه بعدی باز به همین شکل و پایه بعدی تا از پایه ها رو به همین شکل ریشه دار میبافم خب ببینید من 20 تا از این پایه ها رو بافتم به صورت ریشه دار خب میخوایم دسته لیف رو ببافیم دیگه این قسمت بافت ما به صورت رفت و برگشت هست این قسمت یک زنجیره میزنم و بافت رو برمیگردم و الان روی سر این 20 تا پایه بلند هر کدوم یک پایه کوتاه میزنم تا انتها به این شکل پایه ها رو به صورت پایه کوتاه میبافم خب من تا انتها پای کوتاه ها رو بافتم دو تا زنجیره میزنم و بافت و برمیگردم باز این رج پایه ها به صورت ریشهدار بافته میشه یعنی دسته ی لیف از دو تا رج یک رج پایه بلند ریشهدار و یک رج به صورت پای کوتاه می بافیم به اون اندازه ای که دوست دارین این دسته ی لیف شما بلند باشه این بافت و ادامه میدیم خب ببینید من دسته ی لیف هم بافتم یک دو سه چهار چهار رجو به صورت ریشه دار بافتم و بینش هم که یک رج پایه کوتاه هست در انتها دو رج پای کوتاه بافتم و در انتها میخوام رج آخر رو به صورت پیکوت ببافم از همین پایه اول نخو میگیرم و پای کوتاه رو میزنم پایه بعدی هم به صورت پای کوتاه و این هم پایه سوم پایه سوم رو که بافتم سه تا زنجیره میزنم برمیگردم از این دو نخه ابتدای زنجیره ها نخو میگیرم و از روی حلقه ای که روی قلاب دارم ردش میکنم به این شکل ما یک پیکوت زدیم باز سه تا از پایه ها رو میبافم دو و سه یک دو سه تا زنجیره میزنم و باز یک پیکوت دیگه میزنم تا انتها این کارو تکرار میکنیم دو و سه دو سه این دو نخو میگیرم و به این شکل میبافم ببینید این بالای دسته لیف ما هست که داریم این پیکوت میزنیم تا انتها میبافیم خب این پیکوت ها رو تا انتها بافتم به این شکل شما باید دو تا از این قسمت رو ببافیم یعنی دو تیکه لیف میتونید دو طرف به صورت ریشه دار ببافیم هم میتونید یک طرف به صورت ساده باشه و یک طرف به صورت ریشه دار بعد از اینکه این, این دوتا تیکه رو بافتیم میذارین روی هم دیگه و این قسمت کناره های بافت و به وسیله پای کوتاه به هم بست میزنیم این گوشه نخو بست میزنم و این دو به دو پایه ها رو با هم میگیرم و به وسیله پای کوتاه این قسمت دو تا تیکه لیفمون رو به هم دیگه بست میزنیم یک پایه از این قسمت و یک پایه از قسمت روبه رو به به این شکل و به این شکل دور تا دور دوری لیفتون رو با پای کوتاه به هم دیگه بست میزنیم این هم از لیف زیبای ما اون قسمت وسیله پای کوتاه دور تا دور بافت و دو تا تیکه به هم دیگه بست زدم در انتها این بیستو زنجیره زدم باز به این گوشه بس زدن که یک آویزی باشه برای لیف ما امیدوارم که از آموزش خوشتون اومده باشه تا یه آموزش دیگه همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم